با سلامی گرم و درود فراوان به بینندگان برنامه ضیافت در این سیاره زندگی ساز، در هر کجا که ما رو میبینید براتون سلامتی و تندرستی آرزو میکنم. قبل از اینکه وارد ریتم اصلی برنامه بشم و هنرمندان عزیز رو به شما معرفی بکنم، میخواستم از پیاماتون، از تماساتون سپاسگزاری بکنم. خیلی به شعر، ترانه، موسیقی فرستاده بودیم بیشتر از ایران و من خیلی خوشحالم که مخاطب های برنامه ضیافت از طیف بچه های جوان ایران هستن که همیشه هم تو برنامه هم گفتم حرف آخر رو جوان ها میزنن و باید تمام امکاناتو به جوان ها داد. ولی دو تا مورد بود. یکی از کارهایی که علی رادمان، یه آهنگسازیه که از ایران برای من کار فرستاده بود که بیشتر سازهای سنتی بودن با ارکستر بزرگ که کارهای ارکسترش رفته بود در اوکراین ضبط کرده بود، بسیار کارهای زیبا بود. به نظر من فن هارمونی و کنترپانی که استفاده کرده بود در کاراش خیلی شاخص بود. در برنامه که وقتی که رفتم به استودیو اندیشه بیشتر راجع بهش صحبت میکنم، بهش خیلی تبریک میگم و میخواستم ورود هومن دهلوی که از یه خانواده برجسته هنری هست به شهر فرشته تبریکم. هومن دهلوی یک آهنگساز خیلی خوبه، کاراشو گوش دادم و پیانیست خیلی خوبیه، تحصیل کرده است و پدرش هم که یکی از هنرمندان بسیار نامی ایران هست که یک دوره بار، یعنی دوره خیلی درخشان داشته در زمین رهبری ارکستر، آهنگسازی و به نظر من زمانی که رئیس هنرستان عالی موسیقی ملی بودن شاگردای برجسته‌ای رو به موسیقی ایران معرفی کردن که همیشه باعث افتخار هنرمندا هستن. در این برنامه ضیافت در کنار استاد مرادی و یارانش هستم که استاد مرادی چهره شناخته شده است برای اهل هنر. هر جا که شما راجع به مکتب تنبور صحبت بکنید حتما اسم استاد مرادی در کنار این ساز است. استاد مرادی در این سالها شاگردهای بسیاری رو تربیت کرده و یکی از نقطه های روشن زندگی هنریشون کنسرت بوده در سراسر دنیا و همکاری با هنرمندانی که باعث شده اسم ایرانو همیشه تو صحنه‌های بین‌المللی برن. استاد مرادی نه تنها یک نوازنده تنبور هستن، به نظر من یک استاد اخلاق هستن. وقتی که با نوازنده‌هایی که کار کردن در این سال‌ها با هر کدومشون که صحبت می‌کنی ساعت‌ها راجب خصوصیات فردیشون صحبت می‌کنم. من همیشه در برنامه‌های خودم تاکید می‌کنم که یه هنرمند همیشه که در کنار سازش نیست، همیشه که جلوی تابلوی نقاشیش نیست، همیشه که پشت دوربین فیلمبرداریش نیست. در موقعی که این هنر در کنارش نیست باید اون شخصیتش و اون رفتارش باشه که همیشه در قلب مردم جا بگیره. خانم آقایان، در یکی دیگه از برنامه‌های ضیافت در کنار استاد مرادی هستم. استاد سلام عرض کردم. سلام همایون جان، مرسی از محبت شما. شما با بنده مهر دارین. من در اصل یک قطره از یک دریا رو گفتم. اگر بخوایم که راجع به کارهای شما و سابقه که در زمینه تدریس دارین، در زمینه یک نوآوری که در تنبور به وجود آوردین، هیچ وقت در یه برنامه تلویزیونی نمی گنجه، ولی همین یه فرصتی خیلی خوبی بود که مهمان شهر فرشته هستین، ظاهرا در یک سری کنسرت هستین که ما تونستیم این سعادت رو پیدا بکنیم بیایم در کنار شما بشینیم. همیشه شما در خونه های ایرانی ها هستین، همه جایی، وقتی که هر جایی که کار شما رو گوش میدیم در از شما در کنار ما هستین. حالا به صورت فیزیکی اومدین در کنار ما که خیلی خوشحال هستیم. در اون طرف پیشام اخواز، یک هنرمند جوان، یکی از بچه‌هایی که در سالهای خیلی کوتاه در آمریکا تونسته با صحنه‌های بین‌المللی همکاری کنه و خودش گروه داره. خودش وقتی که ورکشاپ، یعنی وقتی که کلاس‌های عمومی می‌ذاره، من همیشه که میرم توی کلاس‌هاش می‌بینم کلی شاگردای خارجی اونجا هستن و با اینی که سن جوونه خیلی تونسته توجه موسیقی بین‌المللی رو به خودش جلب بکنه و خودش صاحب سبک. حالا از استاد مرادی خواهش می‌کنم که دیگه بچه‌های دیگه گروه رو شما معرفی کنه یا پیشان. خواستم من قبل از شروع حرفم من خدمت شما و تمام هموطنان عزیز سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که بدین وسیله در خدمتشون هستم. از کنم کنسرت اخیر کنسرتیه که در واقع در پاسخ به محبت های هموطنان فارس زبان که همیشه از کار من حمایت کردن، از موسیقی که من داشتم حمایت کردن،
اینه که من گفتم که همیشه کارهای من بیشتر اشعار کردی استفاده میکردم، این بار یک بخش هم موسیقی ما از اشعار فارسی استفاده کردیم، امان شعرهای نامی فارس زبان از بیشتر از اشعار مولانا استفاده کردیم و یه بخشش هم طبق معمول موسیقی کردستان هست، موسیقی کردی. عرض کنم در این دوستان عزیزی که با بنده در این کنسرت شرکت دارن و ساز میزنن، خب آقای اخواس را که خودتان فرمودین در خدمت شما، شما اخواس سازه زربی، بله، از کنم حضور شما. بعد پس هم کوروش هست، کوروش مرادی، آقای مهدی باقری هست که کمانچه می نوازند و خانم غزالی فیلی که ایشان هم قسمت وکال است، وکال رو برد و بیشتر خب در قسمتی که در اشعار فارسی هست می خونه. و کاریه که من یک ماه اخیر اومدم، خیلی همه واقعا کل بچه‌ها رو این کار زحمت کشیدن، خیلی وقت زیاد گذاشتیم که حداقل بتونیم توی مدتی که هست بتونیم با هم هماهنگ بشیم، همدیگه رو کنار هم حس کنیم و امیدوارم که کسی هم که تشریف میارن کنسرت راضی باشن. شکوف از سال پیش ما منتظر استاد بودیم که متاسفانه نتونستن به دلیل تشریف بیارن اینجا و افتخار داشتیم این دفعه در خدمتشون باشیم و اولین برنامه در برکلی بود به همراهی همین عزیزانی که استاد نام بردن تقریبا سه شب پیش و بسیار برنامه جالبی بود، خیلی مورد استقبال قرار گرفته. بعد داریم میایم شنبه، یعنی شنبه‌ای که الان در راهه، میایم به لس آنجلس. شنبه لس آنجلس، یک شنبه در واقع ایرواین. در ایرواینه. حالا شما اگه یه اطلاعاتی بدین راجع به سالونی که ما در لس آنجلس برنامه دارین. سالن لس آنجلس یه چرچه که در واقع اگه اینفورمیشن بیشتر بخوان از سایت kodom.com kodoom.com میتونن اینفورمیشن رو داشته باشن، یا همچنین سایت خود بنده یا سایت استاد مرادی یا رسان، یا یه تلفنی هم داریم که 949-374-48-20 بله. که میتونن از طریق این
بیشتر اطلاعات رو بگیرن. من استاد یکی سوالی که همیشه برای من مطرح است، انگیزه شما از انتخاب ساز تنبور، یعنی از طریق خانواده این دوش به دوش این ساز به شما، یعنی موسیقی شما شروع به همکاری کردین رفتین توی موسیقی تنبور یا نه؟ از کنم که داستان تنبور خب طولانیه، میدونید. بله. تنبور به هر حال یه ساز، یعنی در واقع میشه گفت اگه قدیمتری نباشه یکی از قدیمی ترین سازهای ذهن مزرابی مشرق زمینه. بله. که نهایتاً در هر جایی هست، در خیلی کشورها هست، در خود کشور ما ایران هم در خراسان به اسم دوتار هست، در نمیدونم در بین ترکمن ها هست به اسم توتار، در بین آذری ها هست به اسم قپوز، یا بین کرده کرمان به شکل دیوان، یا در ترکیه به شکل همین سازی که دارن خودشون ساز میگن، و خیلی جای دیگه هست. اما در کردستان و در این منطقه که شما مربوط به تنبوری که من مینوازم هست، اینجا یه داستان دیگه است. اینجا در واقع تنبور را ما فکر میکنیم جماعتی که در اون منطقه، در منطقه یارستان نشین، در واقع کرده یارستان در غرب کشور هستن، ما فکر میکنیم که این تنبور را که یه میراث فرهنگی مشرق زمین هست، ما فکر میکنیم که ما حدود 1000 سال نگهداری کردیم. یعنی اهمیت این تنبور به این خاطره که علاوه بر اینکه یک ساز هست و یک ساز کهن هست که پدر یا پدر بزرگ یا جد تمام سازهای ذهن مزرابی ایران، شاید بگم غیر از عود، بربط، اینه که علاوه بر اینکه یک ساز هست، یک موسیقی داره با خودش، یک موسیقی بسیار بسیار کهن، که این موسیقی در 3 بخش مقامات کلام، مقامات مجلسی و مقامات مجازی تشکیل میشه. 3 بخش مختلف داره. اهمیت کلام ها به خاطر دورهای قدیم موسیقی ایرانه. بله. یعنی در واقع میشه در یک آهنگ مثلا کلام میبینی که یه چیزی مثلا حدود 72 تا ضرب هست، در واقع یه دوری هست که 72 تا میچرخه، یا مثلا 48 تا ضرب داره، یا عرض کنم متفاوتر، بیشتر کمتر، و این خیلی پر اهمیته برای موسیقی ما که در مقابل موسیقی هند از نظر ریتم یا خود فقیرتر هست. این نوع موسیقی ها با این قدمت و با این قنا، این بازم برتری فرهنگ ایران زمین و بازم چیز میکنه، ثابت میکنه. منتها متاسفانه همیشه در کشور ما یک چیزی را همیشه افراط تفریط است، یه چیزایی را بی خودی به خودی بزرگ میکنه، چیزایی را بی خودی نابود میکنه، نابود میبره. اینه که من همیشه گفتم در مقالاتی که نوشتم، در حرفایی که زدم، جایی که رفتم، حرفی بوده، سخنی بوده، گفتم که موسیقی ملی در ایران یعنی موسیقی تمام خلقای ایرانی، و الان معنی نمیده موسیقی. را موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی در واقع سنتی، خب خیلی موسیقی زیباییه، ردپاش در خیلی جای ایران هست، ولی موسیقی کامل ایران نیست. یعنی همه موسیقی ما نیست، بخشی، شاید در حدود بگم 15% از موسیقی ایران. بله. دیگه موسیقی های مثل موسیقی های مختلف کردستان، مثل همین موسیقی تنبور، هوره، سیاچمانه، لاوک، از کنم موسیقی هورامان، موسیقی های محلی که در جاهای مختلف هست، با ریتم‌های مختلف، با حالت‌های مختلف، موسیقی لرستان، موسیقی آذربایجان، موسیقی تالش و نمیدونم شمال کشور، موسیقی در واقع مازندران، موسیقی ترکمن‌ها، خراسان در 2 بخش شمال و جنوب، موسیقی بدوشستان، موسیقی بوشهر، موسیقی داخل ایران، ایران داخل، قشقایی و بختیاری و ببین، اینا همه موسیقی ایرانی هستند که متاسفانه اینا رو تقریبا موسیقی که حمایت نمیشه. در واقع تالم که زنده مونده به همت کسایی بوده که واقعا عاشق اینو موسیقی ها بودن. یک تنبورم که شما فرمودین همون چیزیه که اجداد من در کردستان، در منطقه یارستان نشین، اینو حفظ کردن با امانتداری و با اخلاص و با عشق، و منم خیلی خوش شانس بودم که منم در واقع خدا به من یه محبتی کرد، و از همون اوان بچگی برسر یه اتفاق خیلی خیلی زیبا، تنبورم کمتر از حدودا 6 سالم بود که شروع کردم، و خب همه چیزم الحمدلله فراهم بود. پدر مادر مهربان، هنر دوست، منطقه‌ای که پر از تنبور بود، استادان بزرگی که خداوند واقعا نصیب من کرد، و منم همیشه قدردان این مسئله هستم. چه خوب. و من دارم چیز میکنم، فکر میکنم با عشق در حد توان دارم خدمت میکنم. درود بر شما. یکی از ویژگی های برنامه‌ای که من دارم
همیشه به دنبال یک اسامی بودم، به دنبال یک شخصیت هایی بودم که کمتر در رسانه های تصویری یا صدایی ما این اسما به گوشمون میخوریم. میخواستم استاد از شما خواهش کنم افرادی که به هر صورت کمک کردن در معرفی این ساز به تمام دنیا، اگر ممکنه شما این چی که مقدار از این اسما به ما از نظر اطلاعات معرفی کنیم که افرادی که اصلا همین الان در ایران هستن. عرض کنم که در منطقه‌ای که ما در واقع همون مهد اصلی تنبور که منطقه به اسم گوران هست، اساتید خیلی بزرگ بودن از گذشته دور. عرض کنم حضورتون که در دو منطقه، در سه تا محل به خصوص این افراد بیشتر بودن. یکی در اطراف یک جایی است در واقع مرکز دهستان به اسم گهواره، که اینجا مرکز تنبور نوازی بود. در گوراجوب یک روستا، دو تا روستا هست، اون و در توترامی و در کرند و بعدش هم در صحنه. اینا مراکز اصلی تنبور بودن و اساتید بزرگی بودن از گذشته دور. مثلا در همین گهواره اساتید بزرگی که من از اونا درس گرفتم، مرحوم، متاسفانه دیگه همه مرحوم شدن، مرحوم سید ولی حسینی بود. بله. مرحوم کاکی الله مراد حمیدی بود. الله مراد حمیدی. بله. از کنم مرحوم سید محمود علوی بود. علوی؟ بله. و کسای دیگه هم بودن که به اسم سید، مرحوم سید هاشم که فامیلیش متاسفانه من چون خیلی بچه بودم اولین درس رو ازشان گرفتم. بله. یادم نیست. درویش علی میر درویشی بود. در کرند بزرگانی مثل آقای خادمی بودن، آقای افضلی بودن، آقای سید احمد یادگاری بودن. بله. در یه جای دیگه به اسم تپه‌گوله آقای سید خیال یادگاری، سید ناصر، سید فتا. و در گوراجوب کسایی به اسم میگن کاکی های گوراجوب که اینا یه خانواده بودن که همه تنبور میزدن. در توتشامی مرحوم سید شمس الدین حیدری که در واقع از پیران مردم یارستان بودن، خودش نوازنده بزرگی بودن، خانواده حیدری بازم تنبور نوازنده بزرگ داشتن، مثل آقای سید عبدالله، مثل سید نظام الدین. و در صحنه بزرگانی مثل آقای سید امرالله شاه ابراهیمی، خانواده ایشان، عرض کنم مرحوم درویش امیر حیاتی و از هم دوستان و هم دورای ما مرحوم، بازم متاسفانه باید بگیم مرحوم زنده یاد، سید خلیل عالی نژاد و خیلی کسای دیگه که من الان تو این فرصت کلی اسم گفتم. آره خیلی اسم گفتم. آره سبود من خیلی خوشحالم که بر ترتیب یک موقعیتی است که شما با هنرمندان خیلی خوب در کنار هم، شنبه کنسرتی هست در لس آنجلس و یک شنبه یک اجرا دارن در اورنج کانتی. بینندگان برنامه ضیافت، بینندگان تلویزیون اندیشه، شما وقتی که به یک کنسرت میرین یا به یک نمایشگاه نقاشی میرین، شاید یک ساعت نقاشی، حالا کمتر، در یک کنسرت برای یک ساعت برنامه، بچه ها ماهاست دارن تمرین میکنن، قطار رو انتخاب کردن و شما با حمایتتون در اصل با اون یک ساعت وقتی یا دو ساعت وقتی که میذارید باعث تداوم یک کنسرت بشین، باعث میشه که اینا باز دور هم جمع بشن، این گروه ثابت بمونه، کار بکنن، یه قطعه‌ای رو بنویسن، کمپوز بکنن، ضبط بکنن. و این در اصل تقاضای من از شما فقط به خاطر این حمایت، این حمایت باعث میشه که یک درخت فرهنگی پربارتر بشه، پربرگتر بشه، میوه بده. و بچه‌هایی مثل پشام اخواس، مثل کوروش مرادی، مثل مهدی باقری که در گوشه و کنار این شهر در همسایگی من و شما زندگی میکنن، به علت بافت موسیقیشون، موسیقی علمی، به علت کاری که دارن میکنن، واقعا زحمت میکشن شب و روز تا بتونن این گنجینه فرهنگی رو در خارج از کشور حفظ بکنن. تنها حضور شما در سالن کنسرت باعث میشه که این کارها تداول پیدا بکنه، باعث میشه این کارها ادامه پیدا بکنه. و برصد ما به شما نیاز داریم. یه تلفن دارم 949-374-48-20. اگر که به این تلفن زنگ بزنین اطلاعات بهتون میدن راجب آدرس، راجب هر چی که بخواین. بهترین راش اینه که 949-374-48-20. پیشام جان،
شما بگوید دیگه فعالیتایی که الان میکنین دیگه کلاس عمومی ندارین توی لس آنجلس. توی لس آنجلس نه، متاسفانه بدنی که انقدر سرم شلوغ شده بله. در شمال کالیفرنیا بیشتر کلاسام در واقع تو همون منطقه است، کلاس‌های عمومی به صورت گروهی و به صورت کلاس‌های خصوصی، و همینطور تدریسی که می‌کنم در واقع در زمینه شناخت شناسوندن موسیقی ایرانی در چند از دانشگاه‌های، البته به دعوت دانشگاه‌های مختلف. چه خوب، تبریکم بهتون. البته هدف اینه که موسیقی ایرانی رو بیشتر بشناسونیم به غیر ایرانی. سو استفاده بکنم از وقتی که استاد مرادی با ما دادن، شما یه برادرم دارین پوریا خواست که خیلی خوشحال هستن. من خیلی شنیدم که ایشون هم به قصد سفر دارن برای کنسرت، چه خبره؟ هست میان یا نمیان؟ والا در حال حاضر که یه برنامه‌ای با استاد علیزاده در تهران دارن، 6 شب در تالار بله بله, بله دیدم و دیگه هنوز تصمیم برای منتظریم که برنامه پیش رو بتونیم ایشونو بیاریم اینجا برای برنامه. هر صورت مثل گلستان شما همه هر کدوم از بچه‌ها پیشینه زیادی داریم. من استاد با پیشام اخواس یه برنامه جداگانه داشتم، چون خودش با همون در اول برنامه اشاره کردن، با اینی که سنش پایین هست خیلی سابقه طولانی داره، همکاری میکنه با گروه‌های مختلف، و یکی از ویژگی‌هایی که برای من خیلی خیلی جالب هست اینه که تونسته با مارکتینگ بین‌المللی با موسیقی خارجی کار بکنه و به یه نوعی موسیقی ایرانی و وسیله‌ای که ساسای ضربی میزنه معرفی کنه. کوروش مرادی هم در کنار شما هست که پسر استاد هستن، و مهدی باقری هم، باز خود کوروش و مهدی هم که جداگانه مهمان برنامه من بودن، و خانمی هم که الان وکال با شما میخونه که یه کنسرت خیلی خوب داشتن اخیراً با شما در اسکر بار با فرج پوری و بچه‌های دیگه. بله، اگر که صحبتی دارین راجع به کنسرت یا برسر میخواییم اطلاع رسونی کنیم، چون من خیلی از استاد سوال دارم، ولی بیشتر ما الان هدفمون این بود که اطلاع رسونی کنیم برای کنسرت و
از در کنار استاد بشینیم، چون سالا فقط صدای سازشون رو میشنویم و میگم خیلی سوال دارم ولی نمیخوام وارد اون مسئله آکادمیک بشم. و فقط آخرین سوالم استاد، میخواستم ببینم که شما از نظر آموزش الان در ایران، شنیدم در نقاط مختلف شاگردای مختلف دارین، چه جوری هست اینا یه اعتبار رسونی کنین؟ از کنم که بنده اینم، من رسما از یک دوستی تشکر کنم به خاطر این جایی که من در تهران دارم برای آموزش، آقای معمار محمد رضایی. محمد رضایی، بله. استاد یه ذره نوانس من جای کلاسی که من در تهران دارم به در واقع راهنمایی و لطف آقای به اسم معمار محمد رضایی، ما یه جایی رو حدود 50-60 متر داریم که اونجا مجوز گرفتیم، کلاس در واقع کلاس تنبور است، به اسم کلاس تنبور یارسان. هر وقت که من بخوام کلاس داشته باشم از همین طریق همونجا دوستان اونجا هستن، یکی از شاگردان به اسم آقای کاکی که به دوستانی که تنبور می نوازن در سرتاسر ایران و میان اونجا خبر میده، از قبل یه هفته قبل میان و یه خبر خوش هم به تمام دوستای که با میان پیش من در خدمتشون هستم، در واقع هنرجویان تنبور، اینه که من جدیدن یک متد آموزشی واسه تنبور نوشتم. واقعا یکی از سوالا بود که آره که حدود شاید بگم 15-16 سال واقعا روش کار کردم، یعنی جرئت نمی‌کردم منتشر کنم چون می‌ترسیدم که یهو اون اصل مطلب در واقع جان مطلب تنبور و اصالت این وسط یه ذره مثلا کم رنگ بشه، ولی الان دیگه مطمئنم که اون کارم صورت نمیگیره و همه چیز سر جاشه، همه چیز درسته با سستاوی و تا اونجایی که البته عقل من در واقع اجازه این کار رو داده، تا اونجایی که توانستم در حدم بوده، در توانم بوده. اینم سعی بر اینه که انشالله تو برگشت از سفر این را منتشر کنیم و دیگه همه چیز درست، یعنی سر جاش انجام بشه و دوستانیم که پیش من میان اونا بتونن به دیگران یاد بدن و در واقع یه فرهنگی را که از 5000 سال به ما رسوندن گذشتگان ما، ما هم اینو حفظ کنیم. و سخن دیگر اینه که همایون جان، من امیدوارم که ملت ایران، فرق نمی کنه ملت ایران به هر حال همه از شمال تا جنوب از شرق تا غرب، یه ذره بیشتر از این مقداری که هست به فرهنگشون بپردازن. آره، از هیچ کس انتظاری نیست، از هیچ کس، نه نبوده انتظار و نه خواهد بود از هیچ کس غیر از خودشون. آره، اینه که سعی کنن یه ذره این بچه داستان فرهنگ هم تو زندگیشون مثل نمیدونم خوراک، مثل پوشاک، مثل فرستادن بچه هاشون به کلاس نمیدونم زبان انگلیسی و کاراته و فلان و بهمان و بوکس و نمیدونم کشتی و بینم بپردازن، چون که ملتی که واقعا فرهنگ نداشته باشه، فرهنگ خودشو نداشته باشه، یقینا زود میمیره، از بین میره. اینه که دقیق لطف کنن واقعا به خاطر حفظ کشور، به خاطر حفظ فرهنگ، به خاطر حفظ اون چیزی که گذشتگان ما در زیر حمله های سترگ وحشتناک نمیدارم مغول و تاتار و کسی و حملات دیگری که از شرق و غرب صورت گرفته، این فرهنگ رو حفظ کردن. اینا سعی کنن این خورده برس نمیده، اینا دست کم نگیرن، فکر نکنن که علکیه، نه علکی نیست، یعنی بچه شما، بچه من، فرزند من، فرزند شما بی فرهنگ باشه، اگه بزرگترین دانشمندان دنیا بشه، به نظر من سودی برای ما نخواهد داشت.
آخرین سالم برای حسن ختام گفتگومون، استاد این کتابی که شما اشاره کردین اگر این مشتاقان تنبور بخوان در خارج از کشور تهیه کنن به چه صورت خواهد؟ بله من سعیم برای این همایون جان اگه بشه اینجا هم این کار انجام بدیم. فعلا که درگیر تمرین بودیم و چند جا هم من شاید گفتم شاید بعضی هم مثلا بخوان یه حمایتی بکنن که هنوز موفق نشدیم، یه دفعه وقت نشده. سعی بر اینه که اینجا همزمان با ایران در اینجا منتشر بشه و اینجا این ور من میدونم تو اروپا و امریکا خب مشتاقان تنبور زیاده و من خودم شاگردانم این ور تو امریکا تو اروپا هم دارم و اینا همه واقعا عاشق این فرهنگ و این موسیقی هستند و دستون هم حتما میرسه یقینا. خب ما از طریق این میکروفون و از طریق این ویترین این برنامه بل. یعنی اگر کسی اعلام آمادگی بکنه که حمایت بکنه برای چاپ این کار، شما حاضرین که اینو در اختیار؟ آره دیگه، ما همه داریم با هم یک کار انجام میدیم. کسی بخواد حمایت بکنه همون کاری که من انجام دادم اونا داره به من کمک دقیقا. اونم به همراه من داریم یک کاری رو انجام میدیم، در واقع یک کاری به صلاح فرهنگ و هنر کشورم. حتما ما تقاضا میکنیم، برسن ناشرهایی هستن اینجا که حتما مشتاق هستن با شما کار کنن. من دوست دارم یه بار دیگه اسم یک شخصی رو گفتین که یک جایی در اختیار شما میذارن. ما خیلی به این افراد احتیاج داریم، کسانی هستن که در پشت صحنه‌های کنسرت، در پشت این استودیو هستن که به هنرمندا یاری میدن و باعث اون اتفاقات بزرگ میشن. اسمی که الان یک دفعه دیگه اسمش اینجا که من اینو واضح‌تر از کنم به اسم آقای محمد رضایی، ایشون فقط باعث شدن. ببین ایشون کارشون ساخت ساز بود و ایشون در واقع منو مجبور کردن که اونجا رو بخرم با وام و با نمیدونم. ولی خب برام من همیشه از طرف خودم و تمام کسایی که میان تو اون مکان و تنبور یاد میگیرن بازم ازشون تشکر میکنم. ما ازشون تشکر میکنیم. به هر صورت از یک عده عاشق موسیقی و عاشق ساز تنبور باعث میشن که زیر یه سقف مهربانی جمع بشن و یاد بگیرن، یه قطعه‌ای رو خلق میکنن و حتما انرژی ایشون بوده که باعث این مسئله شده. شما دو شب دیگه پس کنسرت دارید، چون به هر صورت امکان داره یه عده جدیدن به برنامه بپیوندن این پروگرامو یا این برنامه رو نگاه بکنن، در کنار استاد مرادی و پیشام اخواس ساسای ضربی هستیم. دو شب پیشام جان دیگه برنامه داریم که میریم شنبه در لس آنجلس هست و یک شنبه در ایرواین هست که اگر که مشتاقان شما که حتما منتظر این برنامه هستن میتونن در این دو شب شما رو ببینن. اگه استاد پیامی ندارین که ما میدونم که امروز روز خیلی سختی داشتین، افتخار دادیم به ما که تونستیم که با شما صحبت کنیم. قبل از این فقط یک سخن کوتاه هم دارم، این که من تو مصاحبه رادیویی هم که بچه‌ها رفته بودن پیش خانم جوادی بله. اینو گفتن، دوباره تکرار میکنم، من از هموطن‌ها خواهش میکنم که اجازه بدن هر موسیقی اصالت خودش رو حس کنه. دهی. یعنی وقتی ما میگیم موسیقی تنبور، تنبور باشه. وقتی میگیم موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی کلاسیک ایرانی باشه. وقتی میگیم پاپ، پاپ باشه. دیگه سعی نکنیم که مثلا از موسیقی ایرانی هم از موسیقی سنتی هم مثلا یه پاپ دیگه بسازیم، یا مثلا از موسیقی تنبور یه چیز دیگه بسازیم، از موسیقی پاپ بیاریم اینو سنتیش بکنیم. بذاریم هر موسیقی سر جای خودش باشه و اجازه بدن به هنرمند که خودش فکرشو بکنه، از تجربهش استفاده کنه. و چیزی هم که این وسط فقط به نظر من باید دوستان هموطن و کسایی که اهل هنرن کاری انجام بدن، اونم حمایته و چیز کنه، حمایت کنه هنرمند رو که بتونه کارش انجام بده. هنرمند چیز زیادی نمیخواد، در همین حدی که بتونه زندگیش بچرخه و بتونه کار رو در واقع کاری که به عاشقشه و بلد هست انجام بده، به صلاح کل سرزمین ما خواهد بود. درود بر شما. بینندگان برنامه ضیافت، در پایان بخش یکی دیگر از برنامه ضیافت در کنار استاد مرادی، پیشام اخواس و دیگر از هنرمندانی که روز شنبه، شنبه و یک شنبه در لس آنجلس و اورنج کانتی دو برنامه بسیار متفاوت خواهند داشت، اگر که علاقمند هستین که دوستان هنرمند رو ببینید، همونجوری هم که گفتم با 949-374-48-20 میتونید اطلاعات رو بگیرید. در یکی دیگر پایان بخش، یکی دیگر از برنامه ضیافت، میخواستم از سارا در اون طرف دوربین، در از ما دو نفر با هم همکاری میکنیم، این تصویر رو به خونه شما یا کامپیوتر شما میرسونیم، تشکر بکنم. براتون روزهای آفتابی
شب‌های پرستاره با یه سبد پر از عشق آرزو میکنم. روز روزگار و شما خوش.
های ارزان جدید را برای تماس با ایران اعلام می‌کنم. شما می توانید با استارتک تنها با 2.9 سنت در دقیقه با تهران تماس بگیرید. از تلفن همراه خود و یا از هر تلفن دیگر با ایران تماس بگیرید بدون نیاز به تغییر سرویس تلفنی خود. به سادگی بدون هیچ قرارداد و یا تعهد در تماس‌های خود صرفه‌جویی کنید. درنگ نکنید. همین امروز برای استارتک نام‌نویسی کنید و تا 172 دقیقه رایگان برای تماس با ایران دریافت کنید. همسر جون، راه آسان آشنایی با همدم و همسر دلخواهتون. داشتن یار و همسر برابر نشان خردگرایی و بینش است، زیرا نه تنها عشق و دوستی و رسایی رو به زندگی شما می آورد و در تندرستی و بهداشت روان به شما کمک می کند، بلکه پژوهش‌ها نشان می دهند که زندگی زناشویی شما همیشگی و پایدارتر می شود. پس در هر شهر و کشوری که هستید در مؤسسه همسر جون نام نویسی کنید تا من پروین زمانی با تخصص در کار همسریابی شما را با همدم و همسری تحصیل کرده، برازنده و همتراز و مانند خودتان آشنا کنم. مهاجرت از طریق ازدواج توسط مؤسسه همسرجون.com چنانچه دارای شرایط مناسب باشید. برای آشنایی با سرویس مؤسسه همسرجون نخست به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. 818-450-6744 لطفاً برای تماس با نماینده همسرجون در ایران با شماره ایران بر روی صفحه تماس بگیرید. همسرجون.com. سلام، آزیتا شیرازی هستم و افتخار دارم کرم‌های پوستی آیوما محصولی از فرانسه رو به شما معرفی کنم. آیوما جدیدترین پدیده در صنعت زیبایی پوست شما را با دستگاه‌های پیشرفته بررسی و تعیین کیفیت می‌کند. آیوما اسکین ایمیجینگ پوست شما را همراه با 3 روز سمپل هدیه می‌دهد. آیوما منحصراً در ساکس 5th Avenue، بیورلی هیلز و نیویورک. آیوما جدیدترین پدیده در صنعت زیبایی پوست محصولی از فرانسه، فقط در ساکس 5th Avenue.